به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتون بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. بدرفتاری با متهم. 8 صبح نشر عکس بوسه زدن عبدالحمید خراسانی به پرچم افغانستان مصداق روشن نقض حاکمیت قانون است. عبدالحمید خراسانی را پلیس به زن قاچاق، اختطاف و قتل بازداشت کرده است. اسم او در یکی از فهرست‌هایی که وزارت امور داخله از مظنونان و افراد زیر تعقیب نشر کرده بود وجود داشت. یکی از اتهامات عبدالحمید خراسانی هتاکی به پرچم افغانستان است. اما اگر از منظر حاکمیت قانون نگاه کنیم، وقتی متهم بازداشت می شود، پلیس باید پرونده او را به نهادهای عدلی و قضایی بفرستد تا هرچه زودتر زمینه دادخواهی شدنش فراهم شود. پلیس صلاحیت شکنجه، تعذیب و خشونت را با متهم ندارد. اعمال شکنجه فیزیکی و روانی به متهم غیر قانونی است. تحقیر یک متهم و وادارسازی او به رفتاری که خودش نمیخواهد نیز نقض صریح حاکمیت قانون است. به همین دلیل است که میگویم نشر عکس بوسه زدن عبدالحمید خراسانی به پرچم افغانستان نوع تحقیر متهم و شکنجه روانی اوست. کسی این تصور را نکند که ما از یک متهم به قتل و اختطاف دفاع میکنیم. متهمی که پلیس اسناد متقن در موردش دارد باید هرچه زودتر بازداشت و به دادگاه با صلاحیت تسلیم داده شود. اما اصل دولت قانون حکم میکند که حقوق متهم باید رعایت شود. قانون اساسی و دیگر قوانین کشور شکنجه و بدرفتاری با متهم را منع میکند. وادارسازی متهم به رفتاری که او در حالت عادی آن را انجام نمی‌دهد و در غیاب حکم محکمه مصداق بدرفتاری و شکنجه است. وزارت داخله باید پاسخ بدهد که در کجای قانون پلیس بر اساس کدام اصل در حاکمیت قانون نیروی تنفیذ قانون حق دارد که به متهم جزای مثلا تعذیبی بدهد. آقای مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله، که شخصیت تحصیل کرده و طرفدار ارزش‌های افغانستان نوین است، باید پاسخ بدهد که چرا پلیس زیر رهبری او که باید نیروی تنفیذ قانون باشد به متهم سزای به اصطلاح تعذیبی می‌دهد. رفتاری که وزارت داخله با متهمی که به نام عبدالحمید خراسانی کرد، حتی با معیارهای طالبانی هم غیر انسانی است. هیچ سند حقوقی دنیا، حتی اسناد حقوقی نیروهای عقبگرا، این رفتار را تایید نمی کند. پلیس افغانستان به عنوان نیروی تنفیذ قانون جمهوری وظیفه دارد که مطابق احکام قانون امنیت و نظم عمومی را تأمین کند. اما این نیروی تنفیذ قانون خود حق قانون شکنی را ندارد و اگر به چنین رفتاری دست بزند، شخص وزیر داخله و معینهای ارشد آن وزارت مسئول اند. در وضعیتی که امریکایی ها با طالبان در حال مذاکره اند و هر نیروی تلاش می کند پابندیش را به ارزش های خودش نشان دهد، آیا عاقلانه است که نیروی تنفیذ قانون در جمهوری ما دست به اعمال شکنجه و بدرفتاری با متهم بزند و بعد عکس آن را نشر کند؟ اگر این رفتار به هدف وجه بخشیدن یک دسته انتخابات و یک روایت سیاسی صورت گرفته باشد، عذر بدتر از گناه است. آقای مسعود اندرابی که شخصیت تحصیل کرده و لیبرال است، به خوبی می داند که نهادها برای پاسداری از ارزش ها به وجود می آید و بین نهادها و ارزش ها رابطه بسیار ارگانیک وجود دارد. به طور مثال، امنیت فیزیکی و روانی انسان ها یک ارزش است. حاکمیت قانون هم ارزش دیگر است. نهاد مثل وزارت داخله و پلیس برای حفاظت از امین ارزش ها به وجود آمده است. این نهاد حق ندارد که خلاف فلسفه وجودیش عمل کند. نیروی تنفیذ قانون نباید ناقض اصل حاکمیت قانون باشد. البته تنها مورد خراسانی هم نیست. نیروهای پلیس افغانستان در گزارش‌های حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا هم نمره قبولی نیاورده است. اصل حاکمیت قانون حکم می‌کند که عبدالحمید خراسانی در یک دادگاه با صلاحیت در حضور داشت وکیل مدافعش به صورت علنی محاکمه شود. اصل محکمه عادلانه و علنی حق هر متهم است.
ولو آنکه اتهام او قتل‌های زنجیره‌ای، فعالیت‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر باشد. در هیچ کشور دموکراتیک دنیا نیروی مثل پلیس ابزار دست سیاستمداران و روایت‌های انتخاباتی آنان قرار نمی‌گیرد. وزیر داخله ما حتی می‌داند که در ایالات متحده FBI یا اداره تحقیقات فدرال آمریکا که همان پلیس ایالات متحده است در مورد پرونده دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا تحقیق می‌کند. این اداره در مورد پرونده تحقیق می‌کرد که رئیس جمهور بر حال آمریکا به نحو متهم آن بود. اگر نهادها ابزار قرار بگیرند، نمی توانند از ارزش‌ها پاسداری کنند. یکی از وظایف مسئولان درجه یک نهادها این است که اجازه ندهند نهادها ابزار قرار بگیرند. مثلا وزیر داخله کنونی حتی اگر در حلقه نزدیک اشرف غنی هم باشد، نباید اجازه دهد که نهاد زیر رهبری او ابزار تبلیغاتی تیمی قرار بگیرد. در این هیچ تردیدی نیست که دایعه تغییر نام کشور از افغانستان به خراسان یا چیز دیگر پیشروانه معقول و مدبرانه نیست. کسانی که این دایره را با تندی و حرارت دنبال کنند مربوط به نیروهای مدبر جامعه نیستند. ولی وادارسازی یک متهم به بوسه پرچم و استفاده تبلیغاتی یکی از نیروهای سیاسی مشخص از سمبولیزم آن بدرفتاری است که نباید وزیر داخله اجازه می‌داد. اگر نهادها در کشورهای دموکراتیک دنیا ابزار بودند، امروز دولت‌های نیرومند در آن کشورها وجود نداشت. وزیر داخله باید به این سوال جواب بدهد که به چه دلیل او اجازه داده است که از نهاد و منابع نیروی پلیس استفاده شود. تشکر از توجهتون. تا ویدیوهای دیگر بدرود.